رنجور شدن این هلال و بیخبری خابجه او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه السلام از رنجوری و حال او و افتقاد و عیادت رسول علیه السلام این هلال را از قضا رنجور و ناخوش شد هلال مصطفی را وح شد غماز حال بود ز رنجوریش خواجش بی خبر که برو بود کساد و بی خطر خفته نه روز اندر آخر محسنی هیچ کس از حال او آگاه نی آنکه کس بود و شهنشاه کسان عقل صد چون قلزمش هر جا رسان وحیش آمد رحم حق غمخوار شد که فلان مشتاق تو بیمار شد مصطفی بهر هلال با شرف رفت از بهر عیادت آن طرف در پی خورشید وحی آن مه دوان وان صحابه در پیش چون اختران ماه میگوید که اصحابی نجوم لسرا قد و ولتاق رجوم میر را گفتن کان سلطان رسید او ز شادی بیدل و جان برجهید برگمان آن ز شادی زد و دست کان شهنشه بهر او میر آمده است چون فرو آمد ز غرفه آن امیر جان همی افشان پاموز بشیر پس زمین بوس و سلام آورد رو او پس زمین بوس و سلام آورد او کرد رخ را اسرب چون ورد او گفت بسم الله مشرف کن وطن تا که فردوسی شود این انجمن تا فزاید قصر من بر آسمان که بدیدم قطب دوران زمان گفتش از بحر اتابان محترم من برای دیدن تو نامدم گفت روحم آمن تو خود روح چیست این بفرما کین تجشم بحر کیست تا شوم من خاک پای آن کسی که به باغ لطف توستش مغرسی پس بگفتش کان هلال عرش کو همچو مهتاب از تواضع فرش کو آن شهی در بندگی پنهان شده بهر جاسوسی به دنیا آمده تو مگو کو بنده و آخر جیماست تو مگو کو بنده و آخر جیماست این بدان که گنج در ویرانه هاست ای عجب چون است از سقمان هلال که هزاران بدر هستش پایمال گفت از رنجش مرا آگاه نیست لیک روزی چند بر درگاه نیست صحبت او با سطور و استور است سایه سست و منزلش این آخر است.